ببخشید نماز شروع شده؟ بله بله تازه اقامه بستن. تیز بری سجده اول گرفتیشون. جان ورنی اصله. الله اکبر سبحان الله یا الله یا الله الله اکبر برنیه. آقا چی کار داری میکنی؟ این کفشا که برنیه دوز کمک کنیم. دوز کمک کنید. دوز همسایه بگیریدش. دوز الو ذاتت لن عجب آدمی چقدر کفش بلند کرده. سلام علیکم آجا. سلام علیکم. اون نامه‌ای که خدمتتون دادم قرار بود. بله من مطرح کردم در هیئت منا. خیالتون تخت به تخت باشه ان شاءالله تا هفته آینده مشکلتون 100% حل. خیلی ممنون حاج آقا. واقعا من خیلی گرفتارم. خیالتون راحت باشه. روی چش. خواهش می‌کنم. روی چشمم. متعهد. خیلی ممنون متشکرم. مرحمت عالی. قربان شما. یا الله. با عزت. خدا حافظ. خدا حافظ. حاج آقا سلام علیکم. تقبل الله ان شاءالله. سلام علیکم جناب آقای سیمخواه. قبول حق باشه. راه گم کردی؟ حاج آقا ما تازه راهو پیدا کردیم. کدوم راه؟ نکنه همون راهی که همیشه. نه حاج آقا اون راه که به ترکستان بود. منظورم همین راهه. مسجد و خدا و شما و خوب رسیدی. باریکلا. ببینم میون بر زدی. داشتیم حاج آقا. با من بله. به دل نگیر، شوخی کردم. همین که راه تو عوض کردی باز جای شکرش باقیه. ولی نمیدونم حاج آقا حالا که رسیدم نمیدونم چرا هرچی در میزنم کسی درو باز نمیکنه. به قول شاعر که میگه که اگه ماه از آسمون بیاد زمین در بزنه درو وا نمیکنه. نه درو باز نمیکنه. اوزه ما اینجوریه دیگه، در باز نمیشه. بذار عرقت خوشه برادر من. بعد تازه رسیدی عزیز من. مرد مؤمن مگه به همین سادگی هاست؟ وقتی میرسی پشت در تازه اول راهه. خیلی ها پشت درن. تازه یه چیزی رو شما درک نکردی. چه آج آقا؟ خونه خدا آیفون تصویری داره. نخند برادر من، نخند. جدی دارم بهت میگم. از تو آیفون نگاه میکنه ببینه کی پشت دره، چطوری اومده، هزینه سفرش رو داده یا قاچاقی اومده. اگه از راه درست اومده باشه که بسم الله جوابشو میده. بله. اما اگه خدایی نکرده از راه غلط اومده باشه به فرشته ها میسپره که بگن کسی خونه نیست. حالا بگو ببینم آقای سیمخواه شما چطوری اومدی؟ از کدوم راه اومدی؟ آقا هیچ کس حواسش نیست؟ کفشات رو داشتم میبردم. من نرسیده بودم همه رو برده بودم. بیایید بابا بیایید کفشات رو جمع کنیم. همین هست فقط؟ بله. حالا همه ای راه رو میخوایی پا برهنه بری؟ حداقل بریم منزل ما یه دمپایی بردار. آدمیزاد لخت به دنیا اومده، لختم از دنیا میره. شاید این همون هزینه سفری است که شما میفرمید من باید پرداخت کنم. مثل همین اونجوری دنبال کفشات میدویدی؟ اون کفشای قیمتی بود، من دوستش داشتم. البته
ارزش خیلی از چیزا به مسائل مادیش نیست، به مسائل معنویشه، به خاطر همونم با ارزشه. میدونم یک کادو یادگاری بود برای بله بله، به خاطر همینم دوزه از همه کفشا گذشت، ولی کفش شما رو ول نکرد. راستی شما چرا پیاده داری میری؟ شما که وسیله نقلیه داشتی، اونم از جنس مرغوبش. والا همه رو فروختم، خرج بدهیای مردم کردم، دیگه الان آه در بساط ندارم. شما که غریبه نیستید که بله. قوام ساختمونم سر رسیده. صحیح، مردم خونه هاشون رو میخوان، حقم دارن. بنده پریروزا رفتم دکتر، گفت قلب داغونه، اگر اینجوری بهش بخوای برسی باید پس فردا باتری بذاری توش. باتری صحیح. اوضاعم خرابه، خودم، زنم، بچه‌ام، همه وضعمون خرابه، یعنی اصلا اوضاع بسیار. چی شد؟ قلب درد گره؟ حاج آقا رفت پام، ببخشید. مثل این که از اینه ای سفر کار دستت. همینجور از زمین آسمون برای ما میباره. بلنش آقا جان، بلنش طوری نیست، این همم هم آسمون ریسمون نباف، یه راست برو سر اصل مطلب، بگو چه کاری از دست من ساخته است. والا حاج آقا کاری که از دست شما ساخته است اینه که سر برج یه سری به ما بزنی. حالا این چه کاریه که سر برج بیام؟ نمیشه فردا بیام؟ نه، منظورم از سر برج سر ساختمونه، اگه فردام تشریف بیانی که نور علا نوره. ببینم باز خونه های مردم رو تحویل ندادی؟ حاج آقا تورمه، کمر میشکنه. شما الان مزنه آهن و سیمان و دوغاب و نمیدونم مفتول این چیزا رو میدونی؟ من که نمیخوام مال مردم رو بخورم که 20 ساله تو این محل دارم رفت آمد میکنم. از من بدی شما تا حالا دیدی تو این محل؟ سلام آج آقا. سلام علیکم. نه شما از من بدی تا حالا دیدی تو این محل؟ چرس کنم. چی عرض کنم آجاقا؟ دیدی چیزی؟ کم نه. بس شما درد نکنی، کجا از من بدی دیدین شما؟ نمونش همین بنده خدایی که رد شد. ایشون وضعش جداست. بنده 15 سال پیش برای پدر ایشون یک منزل خریدم 20 میلیون تومان. الان شما ببین 220 میلیون میده؟ نمیده. شما لطف کنید یه توکی با تشبیل سر ساختمون این آقای انارکینا رو ببینید، اینا میخوام برن شکایت کنم، یه فرجه برای من بگیرید. همین، این کار شماست، این لطف شماست در حق بنده. آخه برادر من چه تضمینیه که این دفعه شما به قول خودت عمل بکنی؟ حاج آقا من قول مردونه به شما میدم، ریش گرو میذارم. مرد مومن، این ریش نداشته رو که دفعه پیش گرو گذاشتی. حاج آقا شما فکر میکنی که من دست رو دست گذاشتم نشستم دارم حال میکنم برای خودم؟ والا اینجوری نیست، از صبح تا شب مثل سگ دارم سگ دو میزنم دنبال پول برای مردو، از خودشون بیشتر به فکر پولشون و خونشون هستن. حالا میخوام برن شکایت کنن، با شکایت کردن و زندان کردن من کارشون درست میشه؟ خب برن بکنن، برن بکنن. باشه ببینم چطور میشه، بهت خبر میدم. بس شما درد نکن، ما امیدمون به شما سجا، منتظر شماییم. خیلی خوب، حالا از این حرفا بگذاریم، بلند شو بریم خونه ما، یه کفشی چیزی بهت بدم که درست حسابی بتونی بری خونتون. حالا شما بفرمایید من یه زنگ می‌زنم، بچه‌ها میان دنبالم میبرن، دیگه نمیتونم راه برم اصلا. خیلی خوب، خدا نگهدار، رحمت زیاد، سعیتون کم نشه. خداحافظ. خداحافظ. الو الو شیرین جان سلام، من الان میام، الان من میام، 2 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، اومدم. تو الان کجایی؟ مگه قرار نبود ساعت 2 اینجا باشی؟ پارسالم موقع سالگرد ازدواجمون همین کارو کردی. چی؟ خیلی خب پس من منتظرتم، دیر نکنی. ببخشید خانم، چیزی میل داشتین؟ من منتظر همسرم هستم، اگه اجازه بدین بیان بعدن. خواهش میکنم.
سرکار ننویس. جناب سربان ننویس برادر. عزیز من ننویس. آقا سلام علیکم. سلام آقا. آقا ننویس برادر من آخه. خوب هست شما؟ قربانی شما دست شما درد نکنه. زیر تابلوی توقف ممنوع جای پار کردنه؟ خیر سرمون رفتیم مسجد دو رکعت نماز با کمرمون بزنیم و برگرد. اتفاقا آدم نمازخون جریمه کردنش واجب تره، چون هیچ کس ازش انتظار خلاف کردن نداره. ببینید جناب سرمان، وقتی که انسان مؤمن چشمش به گنبد و بارگاه و مسجد میفته، دیگه تابلوی ورود ممنوع و نمیدونم توقف ممنوع رو نمیبینه. نمیبینه. قبول باشه. قبول حق باشه انشالله. بده ببینم. آقا خیلی گرون کردین آینه رو ها. ما همین جور داریم هزینه میکنیم. ببخشید شما کفشاتونو اینجا در میارید پاور نمیرید مسجد؟ والا چون قراره در راه دین هزینه کنیم با کفش میریم، بی کفش برمیگردیم، چون یکی از این نامسلمونا کفش بقیه مسلمونا رو برد یادگاری انشالله. همین جور برای ما از آسمون و زمین داره میباره فعلا. سایه عالی کم نشه. نه ندیدم. خدایا اگه پسرم صحیح و سلامت از زندون بیاد بیرون، نظر میکنم هر سال همین موقع قضا بده. نظر بهتر نداشتی آبجی؟ بذار گوشه هلفتونی باشه تا حساب کار دستش بیاد دیگه. اینجوری فرده میاد بیرون یه خلاف رو بزرگتر میکنه. بهرام باز شروع کردی؟ مگه بد میگم؟ پا گذاشته جای پای باباش دیگه، هرچی اون ریخته پسر جمع کرده. وگرنه من چرا این حرفا رو پشت سر حمید نمیزنم؟ آخ داداش گفتی حمید، یه زنگ بزن ببین بچه‌م کجاست. کجا میخوای باشه آبجی؟ اینم خیلی خوب باشه لنگه باباش و داداشش دیگه. مگه تو نگفتی پشت سر حمید حرف نمیزنی؟ بذار دو دقیقه بگذره. این موبایل من کجاست؟ من چه میدونم؟ به آخرین بار دست تو بود داشتی باهاش بازی میکردی. ای بلوتوث بلوتوث. مگه وسط بازیم همکار محترم شما زنگ نزد من موبایل دادم بهت؟ نمیخواد بابا، یادم اومد رفته دیدن فرشته. فرشته؟ آره. مگه نگفتی باباش ناراضیه میخواد به هم بزنه؟ نه بابا، مشکلش منصوره، میگه خونمو بدین من حرفی ندارم. ببینیم منصور خانی شما چجوری این دو تا بچه رو انداخت تو هچن؟ من از این تعجبم بابجی، چجوری تو اینقدر پوچ کلفتی؟ هر چقدر این منصور تو رو اذیت میکنه باز جلوش میبینی اینجوری دلار راست میشه. ای بابا بهرام ول کن. دروغ میگم؟ یادت رفته اسم میخواد سرش ابو بیاره؟ ای بسه دیگه داداش، شما منقدر نبش قبر نکن. گذشته ها گذشته، حالا رو بیا ببین. یه بدری میگه 10 تا بدری از زبونش میریزه بیرون. خوشبیالی آبجی، این مارمولک رو من میشناسم. ای داداش موبایلت پیدا شد. مهدیش بهرام یکی به زنگ زده. ببخشید خانم، این میز واسه این ساعت رزرو شده. یعنی چی؟ الان شوهرم هم میرسه. آخه خانم شما الان 2 ساعت اینجا رو اشغال کردین، ما به خاطر این قضیه کلی مشتری رو رد کردیم. خب پولشو میدم. عرض کردم رزرو شده. پس یه میز دیگه به من بدین. آخه اینجا هرچی میز هست یا رزرو شده یا مشتری داریم.
منصورم با این رستوران انتخاب کردنش. چش بودیم؟ نمیدونم، مثل اینکه شوهرش سرکارش گذاشته بود. خدمت شما. البته فقط جوجه کباب داریم قربان. خسته نباشی، واسه چی منو میدی؟ در عوض نوشیدنی مدل مختلف ده میتونی انتخاب بفرمایی. جدا؟ خیلی خوب، من صدات میزنم. فرشته؟ فرشته خانم؟ بله. کجایی؟ تو فکر این زنه بودم. بیچاره شوهرش 2 ساعت بود منتظرش گذاشته بود. همین، به نظر شوهرش چه رو آدمیه؟ وزه است. حالا بی خیالش، قضاتو انتخاب. باید زودتر بریم، من عجل دارم. تو که اخلاق بابای منو میشناسی. هنوز هوا تاریک نشده، پام چی میاد سر کوچه. زودتر بریم، تازه یه سری کارهای دانشگاه من مونده. بک. خب مثلا ما زن و شوهریم. ببینم، یعنی ما یه ناهاری، شام چیزی هم نمیتونیم با تو بخوریم. هنوز که عروسی نکردیم. اصل خطبه عقد بود که جاری شد. دیگه عروسی و پاتختی و اینجور چیزا دیگه همه فرمالیته است. یه رسم و رسومه که باید اجرا بشه. خیلی خوب. حالا بگو زودتر یه چیز بیارم بخوریم. خیلی خوب. بگو ببینم چی می‌خوری تو. دیزی با ریحون. مگه نشینی گفت فقط جوجه کباب داریم. ای با راست میگی. آقا ببخشید یه دقیقه بیا اینجا. یه دو تا دونه جوجه کباب برام بیار. قربان دیر فرمودین، جوجه کباب اونم دیگه تموم شد. در حال حاضر فقط سالاد داریم. فکر بفرمایید آقا، خسته نباشید. خدا قبول کنه. میگن خوردن غذای نظری ثواب داره، اگه میشه دو تا به ما بدی. حالا چون نظریه باید خودتو خفه کنی. بس دیگه بابا. چه خبرته بابا؟ واسه خودم نخواستم. من 6 سال آره دارم، اونا نباید ثواب کنن. بگی بابا نخواستی. بگی. ای آقا به دل نگیر شما. ای تو هم بهرام. نیاره جون، بی زحمت یه دوتا غذا بیار بده. به این کفش رو از کجا آوردی؟ دزدیدم. مشتری آورده. خب آقا منصور؟ والا من نمیدونم اسمش چیه، فقط زنش آورد داد به ما. زنش؟ بله زنش منم. آبجی یکم آروم باش بابا، اینا کفشای منصوره. آخه تو از کجا میدونی این همون کفشه؟ راست میگه، مگه فقط همین یه جفت کفشه؟ خیلی از این کفشا پاشون میکنن. اتفاقا تک و توک از این کفشا پیدا میشه، چون این کفشا سفارشیه، قیمتش هم خیلی بالاست، هر کسی نمیتونه از اینا بخره. اتفاقا واسه منم خیلی عجیب بود این کفشا تو این محل چیکار میکنه. خدا عالمه. ببین ده میگم من مطمئنم. بفرما. اینم این رنگایی که پارسال موقع نقاشی ساختمون ریخ روش پاک نشد. آروم باش آجی. خیلی سرش. این همون بوگیرایی که خود دست شکستم خریدم انداختم تو کفشش. خیلی خوب آبچی، بابا آبریزی نکن. ای بابا بدبخش. ببینم داداش، شما الان مطمئنی طرف زنش بوده؟ آره 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 خودش بود. اتفاقا اومده بود اینجا سفارش میکرد که تا صبح این کفشا آماده بشه، چون میگفته که شوهرم میخواد بره مهمونی، مثل که جشمشتی چیزی دعوت داشته. تو نمیدونی خونش کجاست؟ نه والا. آقا این زنه چه شکلی بود؟ والا جای خواهرم باشه از این خانوم ها جوونتر بود. تعبیر بگیر آبجی،
حالا هی بگو یه بدری میگه نمیدونم 100 تا بدری از بغلش در میاد. من میدونم این حرمله از چه فلزیه. مگه دستم به درست منصور اسمشو نفهمیدی چیه؟ خانوم اینجا کف باشیه، ثبت احوال که نیست. بیا بریم آبجی. کجا بریم؟ من تو نفهمم کدوم افریده ای پا تو کفش من کرده، مگه از اینجا میرم؟ حالا دیگه اون موقع که بهت میگفتم این قزمیت واسه شوهر نمیشه باید فکرشو میکردی. بیا بریم، من قول میدم بهت آبجی تا شب پتوشو در بیم. بیا بریم. خیلی بریم بریم. ببخشید کفشو به ما بدیم. بریم برو نهیره سرشون. داداش یه زحمتی برات داشتم. بفرما. ببین فردا این خانم که اومد دنبال کفشش، ببین یه آدرسی نشونه ای اصلا چیزش کو معطلش کو، من سری خودمون میرسونم. چطور مگه چجوری آخه؟ چه میدونم. آها بهش بگو که کفشات حاضر نیست، برو یه ساعت دیگه بیا. این شماره تلفن منو بگی. باش. زنگ زدی من سری خودمون میرسونم. باشه. یه اینم مال خودت. بچی. همین. من با این دو تا نیم تختم کف کفشت نمیکوبم. داداش تو هوای ما رو داشته باش، من واسه جبران میکنم، منو نشناختی. فقط بدون من به خاطر این آبجی که شوهرش بهش نامردی کرده دارم این کاره میکنم، و وگرنه ما اهل جاسوس بازی و این چیزا نیستیم. آره جناب بود. به هر حال ممنون، خدافظ. من منتظرم ها، خدافظ. کجا؟ پس غذا چی شو؟ نایره یه دونه دیگه بردی بیا بده بهش. یه دونه؟ از چند تا؟ 7-8 تا. چرا 7-8 تا؟ بابا 7-8 تا قضا بده دیگه بابا. آبجی خدا خیرت بده، چرت بگیرش. ما جلو زن و بچه‌مون آبرو داریم. خدا حافظ. باش اومدی بابا. چرا اینجا چی کار میکنه؟ چه بد سلیقه، چرا با کت شلوار این کتونی ها رو پوشیده؟ نمیدونم والا خیلی عجیب. ببین تو داری حرف میزنی، باید اینجا بری منو ببینی علم شنگه رو انداخته ها. چرا چون مامنی چون مامنی؟ نه بابا گفته میرم سر سخون برو دیگه ما رو میبینی. بودو کلا گو برو به این کفاش غذا بده. به دلم برات شده بود، خدا خواست که اینجوری رسوا شد. بله ما هیچ وقت زیر آب نمیمونیم. من از همون شب اول خواستگاری این نکبت شکم گنده پاش گذاشت تو خونه، بهت گفتم آبجی. نگفتم؟ گفتم یه آدم زندگیت نیست، تو گوشت نرفت که نرفت. داده شما معرفا میزنین و بگی من کف دستم رو بوی کرده بودم. شما نه، ولی من که بوی کرده بودم. بو خروشم میده. آخه آبجی این رفیق من چش بود آخه؟ چش بود ردش کردی؟ به کن چش نبود. مگه همونی نبود که به جرم آدم ربایی رفت تو هلفتونی؟ بابا اون تو دوران جوانیش یه غلطی که تموم شده رفت. بازه اونم دروغ بود، به نافش بسته بودن. بازه بهتر از این منصور خانی که طلبکارا پاشن خونه رد جا دارن در میارن. سگ زرد برادر شغال. تو داری اینو با اون مقایسه میکنی آبجی؟ بس خبر نداری، بیا ببین چه برو بیایی داره. نهیره 8 تا بچه داره، 8 تا که یکی از یکی حلتر. به خدا توپ نمیتونه اینه تکون بده، توپ ها. 100 تا مثل منظور برای نوکری خونش هم قبول نمیکنه. بسه دیگه، حالا این بیچاره خودش ناراحته، تو همین خطه به مشماش بذار. مته به خشکاش، برفزون. حالا هر کفتی. نه خیر، باید اینا رو از من یاد بگیری، خطه به مشماشش. مته به خشکاش. حالا هر کفتی. واسه چیه داری میخوری آبجی؟ من همین امشب تکلیفی رو روشن میکنم. به جون خودم مرد نیستم که امشب طلاقتو نگیرم. چیزی که زیاد شوهر. بفرما، همینجوری دارم رژه میرم. شما هم حرفا میزنید داداشا، خجالت داره به خدا. سر پیری مرد و همشون سر تا یکی هر دوست. آبجی یه بلا نسبتیه، یه چیزی آقه، یه مرد اینجا نشسته.
می‌بینی؟ راست میگه دیگه. خوب خوبش تویی که از هفت شب هفته پنج شبشو دنبال دعوا مرافعی. تو زبون در آوردی باز؟ من دنبال دعوا هم یا تو؟ تو خودت خواستی ها. تازه داشت یادم میرم. ببینم اون موبایل من تو دیگه خورون چیکار میکرد؟ به من چه؟ گفت این موبایل من تو دیگه خورون چیکار میکرد؟ با تو هم جلو دیگه. وای بسته. وای نمیره. خورون دیگه. همین نگر داری از اینجا به بعد خودم میرم. نه بابا دیر وقت میره سونمت بابا. همین جان تو هنوز بابای منو نمیشناسی، الان افتاده رو گوز بفهمه با همین واویلاس. بابا چی الان چی میترسی؟ نیومده که هنوز عزیز من که. خیلی خوب پس کاری نداری؟ نه دیگه بابا فردا یاد نره ها. خیلی خوب خداحافظ. خداحافظ. سلام بابا. سلام. تشریف میبرم؟ سلام آقای نوروزی. سلام خدمتتون باشیم. اختیار دارین خدمت از ماست. اگه اجازه بدین یه روز دیگه مزاحمتون بشم. مزاحم یعنی شما برو چایی رو دم کن تا ما بیاییم. بفرمایید. نه دیگه دیر وقت آقای نوروزی. خانواده منتظرن اگه اجازه بدین من یه وقت بهتری مزاحمتون بشم. اصلا اجازه نمیدم. یعنی ما حق نداریم با دامادمون یه چایی بخوریم؟ بابا من کلی این طرف اون طرف پوز شما رو دارم میدم. چایی هم که نمک نداره. بفرمایید. اختیار داره این چه حرفیه؟ نمک کوده ما خودمون نمک پرورده این چشم. حالا که اصرار میکنیم من در خدمت شما هستم. چشم. شما خوب هستی آقای نوروزی؟ خوبم قربان شما. شما خوبی؟ خیلی خوب هستی قربان شما. بفرمایید. خوش اومدی. میگم حمید قبل از اینکه بریم بالا من یه سوال ازت دارم. خواهش کنم بفرمایید. میگم اگه گفتی تو این موقع شب چی میچسبه؟ والا چی بگم؟ یه منقل با زغال گر گرفته. پس شما درد نکنه من اهل منقل و اینجور چیزا دیگه نیستم. واه اختیار اصلا تمام حالش به منقل. ببینم شما با شعله گاز درستش میکنین ها؟ والا راستش من دیگه سیگارم نمیکشم. اصلا کی راجب سیگار صحبت کرد؟ خب پس منقل برای چی میخواین؟ بلا آها بلا شرمنده تن حمید جان. میگم تو من شبکوری دارم برو تو این زیرزمین زغال و منقل رو پیدا کن تا من برم آب نمک رو برات پیدا کنم. در برشی قفل کردی آقای نوروزی؟ آخه گفتم در باز باشه حواست پرت میشه، نه زغال رو پیدا میکنی نه منقل رو. حالا من میرم بالا تو اگه پیدا کردی منو صدا کن. اینجا که چیزی نیست پدر جان. کوفت و پدر جان اینقدر اینجا میمونی تا پدر جانت بیاد دنبالت. شما طلبکاری از اون به من چه رفتی داره آقای نوروزی؟ آخه من همینطوری که دستم بهش نمیرسه مگر به بهانه تو بیاد یه سری هم به ما بزنه. آقای نوروزی صدا در بیاد پشت گوش تو دیدی فرشته رو دیدی. من چه گناهی؟ خفه میگم آقای نوروزی. گفتم خفه جانم. آخه شما خوبی حمید جان؟ من خوبم شما خوب؟ آقای نوروزی پدر جان. پوف تو پدر جان. عجب داستانی داریم آقای نوروزی. آخه آقای نوروزی کیه؟ آقا شب شما بخیر. آشغال دارین؟ داشتیم ساعت 9 دادم بردم. اگه بردن شما اونجا چیکار میکنی پس؟ خجالت نمیکشی آقا منصور؟ چیه باز دعواتون شده؟ آقا رجب شمایی؟ اتفاقا گوش شما و شیطون کر بینمون بسیار صفاست. پس چرا زنگ ما رو زدی؟ خب گفتم صدای شما رو بشنوم در ضمن بگم که امشب سالگرد ازدواج بنده و عیاله، میخوام سورپرایزش کنم. ببینم یک کلید ساختن چقدر خرجشه ها؟ فکر بکنم 1000-1100 اینجورا. ای که رو تو برم هی. میخوای بدم فردا براتون بسازن ها؟ نخه لازم نکرده. 1400 تومن حرومت کردم دادم ساختم. بیا تو را پلابت بدم. 1000 در باز کنم. 1400
آوردی؟ آره بیا نم کلید بس تو جیبه اینجا؟ تو جلقه خیلی خوب کلید داری؟ اتفاقا به هوای تو اومدم یه سیگار بکشم بکش چیکار کنم؟ روشن کنی برم این چیه؟ این می نمیلی ککه برای چیه؟ امم برای زنم گرفتم دیگه ماشالله چه خوب مونده سه سالشه چطور نگو نه ببین زن تو قافل گیر کردی یه تیکه واسه من بیار اینجا بخوره هر دوست نه قبل از سیگار دیگه چسبه یواش میگم اون یواش میگم خیلی خوب یادت نره باشه باشه قربونت من اینجا نشستم میشین میشین تو عمرتت بگذره چی نخوردی آبجی زخم میکنی ها بیچه از گلون پایین نمی لاغل این چراغ و نوشک و ما بفهمیم چه گفتی داریم میخوریم قهرمان گوشو الان دیر وقته بیاد ببینید چراغ روشنه شک میکنه خانم به درک بذار پاشو بذاره تو خونه یه حالی ازش جا بیارم باز شروع کردی آبجی بابا این منصوری که من میشناسم هزار تا پدر سوخته بازی بلده فکر کردی به همین راحتی دم به تله میده آخه یه جفت کفش واسه ما نشد مدرک لاغر بذار فردا زنه رو ببینی اتفاقا وقتی اومد تو باید یه جوری رفتار کنی که انگار آب از آب تکون نخورده برای این چی گفتم به یه موقع بهش زنگ نزنی یا به اون صد سال میخوام با بچه حرف بزنم همین چیزی بهش نگی یا چشم الو حمید جان چه گریه میکنی بابا طوری شدم؟ دل با پس من با سفر قندهار که نرفتم بر میگردم دیگه با فرشته اومدیم توی سینما بابا نمیتونم بلندتر از این حرف بزنم بابا رو؟ چرا اتفاقا دیدمش رفته بودم رستوران با فرشته اونجا اومده ببینم خبری امشب چه میدونم بابا آخه این دست گل و شیرینی و چی بود دستش بود همش آره بعد کفشاش آره کفشاش راست این کتونی متونی چرا پوشیده با کت شلوار بابا خیلی عزیز من یه جوری به این بفهمون آدمی با سن و سال تو آخه کتونی و کت شلوار درسته آره آره الو الو آما الو آقا آقا جان انگار یه آدمون توه شب بخیر شب بخیر خوب هستی شما یه حال میدین در باز کنی شما داماد آقای نوروزی نیستی چرا خوب هستی شما اون تو چیکار میکنی خب از شوخی های فرشته است دیگه این در رو باز کن بیزاور همان از دست این فرشته جون فردین برو در رو وا کن آقا فردین باز نکنی این چه شوخیه بابا گناه داره تازه داماد شما تشریف بیارید جلو بنده خدمتون عرض میکنم طوری شده؟ نه چیزی نیست حل میشه زبون امدال دوستی کرده؟ نه بابا این حرفا چیه؟ پپروشی حبسش کردی شما که غریبه نیستید الان یه چند وقته که رفته تو کار دود و دم اه عملیه؟ اینم شانس ماست دیگه حالا انداختمش اون تو که تر کنه پدر مادرش که تو فکرش نیستن خدا هم وا تو بیامرزه داماد آدم این اولاد آدم میمونه آقای نوروزی
من میگم تا اینا زیر یه سقف نرفتن طلاق دخترتو بگی. بدبختی دختر پاشو کرده تو یه کفش که الا و بلا اینو دوست داره. بزن تو دهنش. راست میگه، از این داماد مفنگی که شوهر در نمیاد. نه همین کارو میکنم اگه ترک نکرد. فقط یه خواهش از شما دارم که اگر داد و بیداد کرد درو باز نکنی. ببین خیالت راحت باشه، انقدر میذارم اون تو بمونه تا جونش در بیاد، مرد که مفنگی. بله اینو میگم. بفرمایید خدمتتون باشه. نه دیگه خیلی ممنون، من باید بریم. شب بخیر. شب بخیر. آقای نوروزی، پدر جان، یا بدری، یا بنده بکن نهیره بده بهش. بخور بدری جون، فشارت افتاده پایین. این سال آزگار تو خونش زحمت کشیده، این بود بازه دستم، رفته سرم عبو. حالا شاید اشتباه شده باشه. بیا. چه اشتباهی نهیل جون، چه اشتباهی؟ اون هیچ وقت کتونی پاش نمیگه. اصلا کتونی بخوری تو اون سرش. کیف و دستگل چی بوده؟ کف پاشه گمیسی که جشنی داشته. الهی خیر نبینی منصور، الهی به عقب ساعت زیره قبرستون ببینمه. اومد الهی به زمین گیر. چرا اومده؟ اوه چه شکلی شده، گمونم حالش دست خودش نیست. فکر کنم با زنش رفته بود بارد. حالا نشونش میدم. کجا بدری؟ بابا ما یه قرار نبود یه جوری رفتار کنی با تو هم. خدا به دادمون برسی. سلام بدری خانم، طوری شده؟ چرا نخوابیدی؟ کدوم گوری بودی؟ عوض خسته نباشیدته؟ کدوم گوری بودی؟ عوض اینکه احوال منو بپرسیه؟ میگی کدوم گوری بودی یا چی؟ یا من بهت بگم از همه این آتیشا از گور تو بلند میشه ها؟ باز سر کلد این طرف ها پیدا شده. میخوام خودت بگی. از آقا داداشتون بپرسین، ایشون در جریان همه امورات هستن. بفرمایید بگی من کجا بودم؟ میخوام خودت بگی. من رفته بودم خونه یه زن دومم. خیالتون راحت شد؟ خدا برگم به تو، خجالت نمیکشی تو روی موامیستی این مزخرفاتو میگی؟ واقعا که آخه این چه سوالی نصف شبی از من میکنی؟ خب معلومه که کجا بودم، سر ساختمون بودم دیگه. با کتونی؟ دوست کفکمو زد، تمام مغازه ها بسته بود، رفتم یه کتونی خریدم پام کردم. آره دوز این همه چیزهای با ارزش ول کرده، یه راست اومده کفش جنابالی رو دوزیده. آره من رفته بودم مسجد نماز، دوز همه یه کفش رو برد باله بندم روش. باید به شما هم تواب بدم. تو که راست میگی، ولی اینجای آدمی دروغگو. ببین اون روی سج منو بالا نیار، میفهمی؟ خب تو رستوران چی کار میکردی؟ رستوران؟ کدوم رستوران؟ همون رستورانی که با گل و کیک تشریف بردی؟ شما هم که دم داره بردی که. حرف زبونتو بفهم. من حرف دهنم بفهمم یا تو که هر بار پاتو اینجا میذاری یک قشقلق بفهم میکنی؟ ها؟ اصلا تو خونه من تو چی کار میکنی؟ تو خونه من چی کار میکنی؟ بدری خانوم، اگر این دو نفر گولشون از تو این خونه گم کردن و گرده، من دیگه پاما تو این خونه نمیذارم. خجالت بکش، فکر کردی من خرم؟ برو خونه اون زنه. شرم و حیام نداره، به جهنم بری. خلبکارم هست. نخه ولی نشونیه یکی مثل تو رو به ما دادن. مگه هر کی سیبیل داره بابای شماست؟ شما قیافه اونو با من مقایسه میکنی؟ نه بابای ما نیست، مگه اینجا خونه آقای سیمخان نیست؟ چرا خراب شدهش همینجاست. درست اومدی، من ازش طلبکارم. امشب کمین کردم تا مچشو گرفتم.
شما هم طلبکارین؟ نه ما طلبکار نیستیم، شرخریم از طرف طلبکاراش اومدیم. شرخر؟ یعنی خری که دنبال شهر میگرده. خوب خوب وقتی رسیدین. از شما چه پنهون که من رفتم نصف پولم ازش گرفتم. میرین پیشش، اگه گفت ندارم زیر بار ندیم، به منم همینو گفت، ولی ازش گرفتم با اجازه. آقا ببخشید، به غیر از خودش مرد دیگه هم تو خونه هست؟ نه فقط خودشه، یه آدم یه همسن و سال من منطقی کم باریکتر با سیبیل از بناگوش در رفته، البته نه به خوشتی پیه من. با اجازه داداش، دمت خیلی جا.